از جمله داستان‌هایی که از کودکی در ذهن ما نقش بسته است تا اینکه به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل شده. داستان عنکبوت است که خانه خود را در غار کوه سور زمانی که پیامبر و ابوبکر برای فرار از دست مشرکان قریش در آنجا پنهان شده بودند ساخت و نیز دو کبوتری که بر دهانه غار لانه ساختند. آن غار چنان بود که مشرکان فریب خوردند و ناامید برگشتند و پیامبر اسلام نجات یافت. این داستان و کلیات مربوط به آن برای بیش از 90% مسلمانان حقیقتی غیر قابل تردید شده است، بلکه حتی برخی روایات رنگ و نوع کبوترهایی را که در دهانه غار لانه ساختند را نیز مشخص کرده و شیعیان هم معتقدند کبوتران فعلی که در حرم امامان شیعه هستند از اولاد همان دو کبوتر ذکر شده می باشند. در ادامه کتب و احادیثی را که به موضوع عنکبوت و دو کبوتر اشاره کرده اند مرور می کنیم تا ببینیم آیا این افسانه ای که در ذهن مردم ساده کاشته اند صحیح است یا خیر. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تورات، کتاب دوم تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، کتاب سوم قاموس کتاب مقدس نوشته جیمز هاکس و کتاب چهارم سیره محمد رسول الله نوشته عبدالملک ابن هشام. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. همانطور که می دانید 3 روز آخر ماه صفر در ایران تعطیل رسمی است، ایامی که با سالگرد درگذشت پیامبر اسلام آغاز و به سالگرد درگذشت امام 8 شیعیان ختم می شود. تعطیلی این روزها و سوگواری در آن رسم ایرانیان است، وگرنه در خارج از ایران و در کشورهای سنی مذهب سالگرد وفات پیامبر اسلام را 2 هفته دیرتر یعنی 12 ربیع الاول می دانند که با زادروز او نیز به روایت اهل سنت مصادف است. در این روز میلاد او را جشن می‌گیرند و گرامی می‌دارند، نه آنکه به سوگ کوچ او از این جهان بنشینند. اما همین روزها با مناسبت بزرگ دیگری برای همه مسلمانان چه شیعه و چه سنی نیز همزمان است که گرچه اهمیت زیادی دارد و تقویم رسمی مسلمانان و تاریخ هجری را رقم زده، کمتر توجهی به آن می‌شود و عامه مردم از آن بی اطلاعند. در همین 3 روز بود که به گواه مورخان مسلمان پیامبر اسلام پس از آن که برای در امان ماندن از توطئه سران قبائل برای قتل او از مکه گریخت و راه هجرت به مدینه را در پیش گرفت، در غاری در کوه سور در جنوب این شهر پنهان شد و 3 روز همراه با ابوبکر در این غار ماند. روزی که قریشیان در طی نشستی تصمیم به کشتن دست جمعی محمد گرفتند، محمد همان روز از سوی جاسوسان عباس ابن عبدالمطلب عموی خود از این تصمیم خبردار شد و تصمیم به مهاجرت به مدینه را گرفت. به هنگام نیمروز به خانه ابوبکر رفته و تا پاسی از شب در آنجا بماند و علی را نیز آگاه کرد تا هنگام شب بر بستر او بخوابد و خود را با ردای سبز محمد بپوشاند تا قریشیان گمان برند آنکه خوابیده محمد است، تا وی بتواند شب هنگام با ابوبکر با آسودگی خاطر از مکه خارج شود، زیرا قریشیان بر این تصمیم بودند که از هر قبیله 1 نفر برای کشتن محمد ضربتی بر او وارد کند
تا خون بر گردن همگان باشد، که البته این کار باید در روز روشن و در مقابل چشم شاهدان انجام می شد. پس این ادعا که مخالفان محمد قصد کشتن او را شب هنگام داشتند نمی تواند صحت داشته باشد و خوابیدن علی در رخت خواب محمد سبب می شود که کسانی که قصد کشتن وی را داشتند با خیال راحت تا صبح صبر کنند و هنگام خروج محمد از خانه در روز او را بکشند. و این گفته شیعیان که علی می‌خواست جان خود را فدای محمد کند باطل است، چرا که به خوبی می‌دانست در هنگام خواب قصدی برای کشتن محمد نیست. از سیره ابن هشام در میابیم که محمد هنگام خروج از منزل خود، آن هم از راه دیوار و نه درب، به علی گفت از آنها به تو آزاری نخواهد رسید. پس خطری علی را تهدید نمی کرده. در ضمن علی از یاران وفادار و مهم نزد محمد بود، چرا که هم پسر عمویش بود و هم داماد و دست پرورده خودش و بازوی راست محمد محسوب می شد و محمد به هیچ وجه حاضر نبود چون این شخصی را به راحتی از دست بدهد. در این باره روایتی آمده، قریشیان از بالای دیوار و گوشه درب نگاه می کردند و گمان می بردند که محمد خوابیده، چرا که ردای شناخته شده محمد را می دیدند و به خود می گفتند به خدا این محمد است که خوابیده و ردایش را بر خود کشیده. روایت رایج این است که وقتی کسانی که مأمور قتل پیامبر شده بودند به خانه اش ریختند و به جای او پسر عمویش علی را در بسترش یافتند، در جستجوی او برآمدند و به در غار که در 4 کیلومتری مسجد الحرام واقع است رسیدند، اما هنگامی که دیدند که بر دهانه غار هم عنکبوتی تار تنیده و هم کبوتری روی شاخه ای لانه کرده و تخم گذاشته است، به این نتیجه رسیدند که محال است پیامبر وارد این غار شده باشد و رفتند. از ابوبکر نقل شده که هنگامی که جستجوگران بر دهانه غار ایستاده بودند، آنقدر به او و پیامبر نزدیک بودند که اگر زیر پایشان را نگاه می کردند آن دو را می دیدند. در مورد پناه بردن محمد به غاری در کوه سور روایت های سرشار از دروغ و معجزه های عجیب و غریب فراوان است. ابتدا باید گفت این کوه در جنوب مکه قرار دارد و این برخلاف جهت جغرافیایی مدینه است که در شمال مکه قرار دارد و این نشان می دهد که محمد برای گمراه کردن مکیان این مکان را انتخاب کرد، چرا که می دانست قریشیان از قصد رفتن او به مدینه آگاهند و در قسمت‌های شمالی مکه به دنبال او می‌گردند و چون مأیوس شوند از پیگرد دست برداشته و به مکه باز می‌گردند و محمد بعداً با خیال آسوده به مدینه خواهد رفت. داستان‌های سیره نویسان محمد همچون ابن اسحاق، ابن هشام و طبری در مورد تار عنکبوت که بر در غار تنیده شده و کبوتری که آنجا لانه کرده و تخم گذاشته، جز گزافه گویی و افسانه سرایی چیز دیگری نیست، زیرا این غار از سوی قریشیان جستجو نشد و کسی برای یافتن محمد بدانجا نرفت. ماجرای تار تنیدن عنکبوت بر دهانه غار به عنوان یکی از معجزات دوران زندگی پیامبر اسلام در فرهنگ و ادبیات ملت‌های مسلمان جای گرفته، هرچند پاره‌ای از علمای معاصر همچون شیخ محمد آلبانی، شیخ احمد شاکر، شیخ یوسف قرضاوی، شیخ عبدالصبور شاهین و شیخ محمد آشور در صحت آن ابراز تردید کردند. تردید آنان نیز بیشتر بر پایه قواعد علم رجال بوده که در آن میزان اعتبار فردی بررسی می شود که روایت از اون نقل شده. از دید این علمای معاصر و همفکرانشان
داستان عنکبوت در اصل نه از زبان پیامبر یا ابوبکر، بلکه از قول نزدیکان آنان یا افرادی از ساکنان مکه نقل شده است که اعتبارشان مورد تردید است. اینان همچنین به آیه‌ای در سوره توبه استناد می‌کنند که به باور مفسران به همان دوران پنهان شدن پیامبر در غار اشاره می‌کند. آیه‌ای که به سپاهیانی نادیدنی اشاره می‌کند، در حالی که عنکبوت و کبوتر دیدنی بودند و نه نادیدنی. اما قرینه دیگری که این تردید را پررنگ‌تر می‌کند، داستان‌های کاملاً مشابهی نزد یهودیان و مسیحیان است که سیر نویسان محمد از جمله ابن اسحاق و طبری احتمالاً با الهام از آنها این داستان را ساختند. در تورات و عهد عتیق ماجرای فرار داوود از توطئه شاول پادشاه یهودیان برای قتل او شباهت زیادی به داستان هجرت پیامبر اسلام دارد. میکال دختر شاول که همسر داوود بود به او میگوید که اگر شبانه نگریزد ماموران پدرش تا صبح او را به قتل خواهند رساند. داوود میگریزد و هنگامی که ماموران شاول برای قتلش بر سر بستر او میآیند، به جایش مجسمه ای مییابند که با لباس و پوست بز پوشانده شده است. تعقیب و گریز داوود و شاول سالها به طول می انجامد که حکایت آن مفصل در کتاب ساموئیل در عهد عتیق روایت شده و از جمله یکی از حکایتها مربوط به پناه گرفتن داوود و یارانش در غاری است که در 2 کیلومتری بحرالمیت در کرانه باختری قرار دارد. یکی از علمای یهود به نام ابن سیرا که از مفسران و شارحان تورات است، در کتاب خود به نام الفبا نوشته که خداوند عنکبوتی را مأمور می کند تا تاری بر دهانه غار ببندد و هنگامی که شاول و سپاهیانش به غار می رسند و تار را می بینند، اطمینان حاصل می کنند که داوود وارد غار نشده و داوود از خطر می رهد. این حکایت میان یهودیان بر سر زبان هاست. همچنین در ادبیات مسیحی داستان مشابهی مربوط به یک کشیش مسیحی وجود دارد که در قرن 3 میلادی زندگی می کرد، یعنی 250 سال قبل از محمد. سنت فلیکس در نولای روم به دنیا آمد. پس از مرگ پدرش فلیکس دارایی خود را فروخت و درآمد حاصل از آن را به فقرا داد و توسط اسقف ماکسیموس به عنوان کشیش منصوب شد. در جریان آزار و شکنجه های امپراتور روم دسیوس مجبور به فرار شد، در حالی که فلیکس به دلیل عقایدش به مسیحیت دستگیر و ضرب و شتم شد، اما بعداً توانست از زندان فرار کند. رومی ها بعداً تلاش کردند او را دستگیر کنند، اما عنکبوت با بافتن تار خود بر روی دهانه غار که فلیکس در آن پنهان شده بود مانع شد و به طور معجزه آسایی باعث شد سربازان دور شوند و جای دیگری را جستجو کنند. به دور از متون دینی و حکایت‌های ادیان ابراهیمی، داستان مشابهی نیز در اساطیر اسکاتلند هست که به رابرت بروس پادشاه اسکاتلند در 700 سال پیش مربوط می شود. این داستان که قرنها در ادبیات شفاهی اسکاتلندی ها سینه به سینه نقل شده، در کتاب سر والتر اسکات نویسنده نامدار اسکاتلندی نیز ذکر شده است. بنابراین داستان رابرت بروس پس از شکست در یکی از جنگ ها در غاری پنهان می شود و عنکبوتی بر دهانه غار تار می تند. عنکبوت با این کار هم از خطر نجاتش می دهد و هم بردباری و پشتکارش در تنیدن تار الهام بخش رابرت بروس می شود تا بار دیگر عزم خود را جزم کند و بتواند انگلیسی ها را در نبرد معروف بنکبرن در مرکز اسکاتلند شکست دهد. در اسکاتلند و ایرلند چندین غار هست که مردم محلی معتقدند داستان رابرت بروس در آن رخ داده است.
مانند غار پادشاه در جزیره آران اسکاتلند، غار شاه رابرت بروس در نزدیکی دهکده لاکربی در اسکاتلند و غار بروس در جزیره رتلین ایرلند شمالی می باشد. همانطور که دیدید، مثل بقیه داستانها و گفته‌ها، این معجزه نیز کپی برداری شده از اقوام و ادیان دیگر است.